درخت صبحانه آلبانی گمشده. منه، فرما صبحانه دارید؟ بی فرمایی. کاهو و خوراک لوبیا. سلام. الو. ما داریم میریم باشگاه. خاله بانان، بله بانان، ایوه میده فخر ایران. آقا ما داریم میریم ورزش کنیم. دیروز روز هفته، یعنی روز سوم از چالش ما بود و هفته دو روز دیگه مونده بود. من هفته دیگه یه جوری دارم محاسبه میکنم، یه جوری هفته دیگه روز به هفت روز کاهش بدم. هفته دیگه روز دیگه مونده. دیروز خیلی سخت بود. حالا ویدیوشو شما قطعا دیدید وقتی که این ویدیو آپلود میشه. از آنتا خواهش میکنم لینکشو این بالا مالا های جا بذاره که دوباره برید ببینید. نمیدونم چه جوری شما همگام با ما هستید ولی در واقع ما با مسئولین نیست. در واقع ما چند روز پیشه که مثلا 5-6 روز پیشه که ما این ویدیو رو، یعنی این روند رو شروع کردیم، ولی خب میکنم چند روز بعد شروع کردیم فیلم گرفتن که شما هم همراه باشید. اچه خلاصه شده ولی الان هستید، یعنی شما همراهی با ما تو مثلا دیروز وحشتناک بودید، آسترمون قسمت شد. یعنی میخوام بهتون بگم که خیلی وضعیت اسفباری بود دیروز، ولی خب نهایتا موفقیت آمیز تمومش کردیم اون روز و وارد امروز شدیم. آره من اصلا آنایتا خودش نیست، توی کالبد خودش نیست. من یکم الان اینجوری هنوزم لاکام پاک نکردم و یه وقت شما فکر نکنم. نه این لاکا تو 75 روز هست. این هست. خدا خب ما در حال رفتن به باشگاه هستیم. اینو قبلا هم گفتیم. ولی تو راهی. بچه یه چیزی من بگم. من بگم. نه من چیز دیگه میخواستم آسان بگم. بگو تو یادت. نه من یه چیز دیگه بگم. نمیدونم تو جمعه. چی از کجا بسید داری من بگم؟ نه میخوام میگم اول من بگم. خب تو بگو. من میگم بچه ها ما الان تو راه باشگاه. اینو فهمید. ما حالا الان که داریم میریم دیروز بعدش میان. ببین دیروز امروزی که شما دارید این ویدیو رو میبینید، دیروز از پیج سلطان پشت صحنه موزیک بهش پخش شده. لطفاً الان بعد از دیدن این ویدیو برید دوباره یه ویو بزنید برای موزیک بهش. آقا موزیک من بهش هم. یعنی دیگه نمیدونم به چه زبون، به زبون الکن خودم توضیح دادم دیگه، واقعا به چه زبونی توضیح بدم. آقا درآمد ویدیوهایی که توی پیج سلطان گذاشته میشه داره میره توی جیب سلطان. اینو با چه لحن و زبونی براتون بگم که متوجه شید؟ شک نکنید، نمیدونم فکر نکنید ما اینجا نشستیم جیبا رو با بریزیم تو جیب بالا. آقا خود سلطان، خود سلطان، هر اتفاقی که داره میفته درخواست خود سلطانه، درآمد پیج به خود سلطان اختصاص پیدا میکنه. این پیج اگر میلیونی شه اون لوح طلایی رو به من نمیدن، به آنایتا نمیدن، به شما نمیدن، به سلطان میدن. اینا همه مربوط به سلطانه. اینو دارم میگم برای واقعی ها، وگرنه کیکا که نشستن تماشا میکنن واقعی باشه. آره. حالا من یه چیز دیگه میخواستم بگم. آقا شنیدین همه میگن ایران آب و هواش چهار فصله، تو دل زمستون از مثلا تهران بلند میشی میری کیش گرم میشه. آقا میخوام به شما بگم این استانبول خودش به تنهایی چهار فصله. یعنی ما الان تو خونمون بودیم. چرا میچن دستم دادیم؟ ما الان تو خونمون بودیم، تو خونمون داشتیم یخ میکردیم. خب بعد یهو از خونه اومدیم بیرون داریم میپزیم از گرما. بعد دیروز مثلا با همین سویشرته من زدم از خونه بیرون، گرم بود، بعد درآوردم با تیشرته دیگه خیلی گرم بود. بعد یهو بعد از ظهر سرد شد، یهو شب یه جوری سرد شد که مثلا اگر پالتو پوست هم داشتیم باز جوابگو نبود. بعد معلوم چرا دارم تو رو تو ویدیو میگیرم، خود تو هم باشتیه. خلاصه که استانبول هم چهار فصله در یک مکان کوچیکتر. که یه ذره از این راه هم براتون ویدیو بگیرم. راه زیبایی، راه بید مجنون رو ببینید شما. هر 71 روز دیگه این بید مجنون رو ببینید، ولی الان ببینید به خاطر بسپارید. آقا راستی رفتیم خونه، خب منو دوباره یه بار دیگه وزن می‌کنم که آخر بفهمیم بعد این 72 روز چه اتفاقی میفته. البته من
قبل از شروع این چالش خودم وزن کردم 128 و 300 بودم، درسته؟ آره. ولی حالا امروز هم باز میکشیم. ما باز میکشیم ولی میدونی چیه؟ آخه ما اصلا چالش رو به خاطر وزن کم کردن و اینا شروع نکردیم. من به خاطر وزن کم کردن حقیقتا ما دروغ میگه. ما به خاطر کیفیتش. نه دروغ میگه. ما به خاطر اینکه عزیزم چرا من دروغ میگم؟ من دیگه مفصل ندارم، کمر ندارم، 130 کیلو هم. آره من چالش 75 روز سختی واقعا تو ذهن من اینجوری اومد. مثلا به هر حال بگو، من دارم چون تو داری منو میگیری خودت حرف میزنی. آها پشمام رو کنم چی دارم میگه. به هر حال سلطان الان توی شرایطیه، حالا شاید نمیدونم سخت یا غیر سخت، به هر حال خوش که بهش میگذره. خب مثلا سخت داره میگذره، ما هم توی سختی همراه باشیم، چه بدی داره؟ ما هم سختی میکشیم، تازه نصفشو که نکشیدیم، فقط از لحاظ اعصابی کشیدیم میدونید. ولی خب الان از لحاظ زندگی هم میکشیم که باش همراه باشیم، که وقتی اومد همه با هم دیگه یه تغییر باحال کرده باشیم. نه تو این بین معراج واسه چپ پای میاد. من به غیر از آهنگسازی استعدادهای دیگه ای هم دارم. یه تایمی تو سیرک کار میکردم، بعد یه تایمی تو باغ وحش بودم. خب من فضا رو بهتون نشون بدم. آفتاب خیلی قشنگه امروز و خیلی گرمه. ما میریم که زودتر بریم باشیم. فرما خانومه نیاز بیالوی، نیاز بیالوی مامانشه. اینو نستید فرما اسمش فرما جولی، جولی فرما جولی بوده از خانواده آنجلینا جولی. یه تلسم بد جیمز فرما رو تبدیل کرده به اینی که الان هست. وگرنه فرما یه جوجو بوده که بعدشم خانواده خیلی دورش یعنی جدش اینا آهو هم بودن، بعدن رسیده به آنجلینا جولی شده فرما یه جولی. جولی دوم موش. آره اخلاقش هم شبیه موشه، اخلاق موشی داره، موشی و گوش خرگوشی. دندونای موشی تو ببینم. او چی ناز بلا دندونای موشی تو نشون بده. دندونای موشی خیلی تو بلایی. فرمای جولی هستی؟ فرمای جولی رو فقط شمالی ها می فهمن یعنی چی. جول داره جول جول، جول داره جول جول، جول جولیه جول جولی، جول جولیه جول جولی. او بله اینطوریه، یه فرمای جول جولی. روی سیاه، ناخون دراز، واه واه واه. بشینم بشینم نرم نرم نرم، همینجا بشینم همینجا بشینم. آره آره ناخون دراز، ناخونتون رو لک زدی؟ بیلی بیلی. خب فرما جون ما میخواییم بریم کتاب بخونیم. اگه گفتی چه کتابی؟ اه تو نمیدونستی؟ الان فهمیدی؟ پس ما رفتیم. خدافظ.
خب میام بعد اینا شوید رو سر کره بادون زمینی و چیا سید با شیر. بله خب اینم شام ماست. بچه من دیگه دارم شبیه عدس لوبیا میشم، دارم شبیه آش میشم. یه روز لوبیا عدسی داره میخوره، منم که عشب اینو میخورم، سالاد میخورم، یعنی کاسالات که نیست از کاهوه با خیار با این چی سگمون که تو دوره سختی نیست بده با قضای با این چی کفته است. خب چی کفته چیه؟ یه غذای ترکیه، یه چیزی که ترک ها همشه توی سفرهشون دارن، کسایی که حالا ترکیه زنده بودن ترکیه یا سوریه، آره نمیدونم کجاییه. خب ولی ترک ها خیلی میخورن. حالا اسمش چی کوفته است مثلا اما فکر میکنن کوفته است، ولی در صورتی که بلغوره با پیاز با روغن زیتون با سیر با یه عالمه فلفل با یه سری سبزیجات معطر با ادویه بعضی توش عدس میزنن، بعضی توش سیب زمینی میزنن، ولی این فقط بلغور و ادویه های تون داره و یه سری سبزیجات و پیاز و سیر. خیلی چیز خوشمزه، من خیلی دوستم. یه تند خیلی باحاله. ببین چجوری درست میشه. ببین این داستان اصلیش میخوای تو بگی؟ داستان اصلیش اینه که البته من دو تا روایت شنیده شده. یکی این که میگن زمانی که حضرت ابراهیم رو میخواستن بندازن تو آتیش، انقدر هیزم جمع کرده بودن دیگه چوب نبوده آتیش درست کنن. زنا این مخلوطی که گفتیم البته اون زمان گوشت بوده، این مخلوط رو با گوشت قاطی میکردن، انقدر با دست ورز میزدن میخوردن. آره که با گرمای دست بپزه. آره. چون که دیگه آتیش وجود نداشته. ولی یه روایت دیگه هم هست، میگن زمانی که جنگ بوده، مثل اینکه جنگی که اسکندر نه مغول ها حمله میکنن، برای اینکه آتیش روشن نکنن تو خونه، دود از مثلا آشپزخونه نره بیرون و نور نزنه، زنای مدلی غذا درست میکردن. بله خیلی چیز خوشمزه. حالا اونایی که خوردن بگن دوست دارن یا نه، من که خیلی دوست دارم. خیلی باحال خیلی چیز باحالیه. ولی دیگه با گوشت درست نمیشه، یعنی با بلغور درست میشه، چون بهداشتشون بهشون گیر داده که کار بهداشتی نیست. یعنی خیلی سال چندین ساله که دیگه من شده با بلغور درست کنم مشتی میارشم که گشنه. ما میریم که عدس با خیار نزدیم ما میریم که سختیمونو بکشیم. Do you know much about Stars Our Destination? We couldn't begin with the interactive presentation.